سلام آقا، عرفان هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قرار راجع به آموزش گیتار با هم دیگه صحبت بکنیم، راجع به ریتم 4/4 و آکورد های سری اسپانیش لا مینور که خیلی 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 به سر آکورد پرکاربردی هستن. قبل از شروع هر چیزی یادتون نره که واسه حمایت از من این دکمه سابسکرایب اینجا رو بزنید، حتما برای حمایت از من خواهشن، چون من این ویدیو رو دارم تهیه میکنم واسه عزیزانی که حالا شرایطشون ندارن کلاس برن، حالا به صورت چه میدونم مشکل مالیشون و حالا کلی شرایط خاص دیگه نمیتونن کلاس برن. بنابراین واسه این عزیزان داریم این ویدیو رو تهیه میکنیم و برای حمایت از من یه دکمه سابسکرایب که قطعا دیگه نه هزینه داره واسه شما نه چیزی و حمایت بی نهایت زیادی در حق من، یادتونه که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی خواهشم. حالا از اینکه بخوام شروع کنم و بهتون آموزش بدم این ریتم و آکوردا رو، این یادتون باشه که من هنوز مثل شما، شمایی که دارین این ویدیو میبینین، من مثل شما واقعا هنرجوام و هنوز به درجه استادی نرسیدم، در صورتی که حالا تو این 7-8 سالی که دارم ساز میزنم هنوز دارم یاد میگیرم و سعی میکنم که بتونم پیشرفت بکنم توی کار خودم. بنابراین یادتون باشه که این چیزایی هم که بهتون میگم فقط تجربه شخصیه که تو این چند سال به دست آوردم، وگرنه که ما هم مثل شما هنرجوییم و داریم یاد میگیریم. بریم که شروع کنیم ویدیو رو که خیلی دیر شد. خب همونطور که بهتون گفتم امروز قراره ریتم 4/4 رو بهتون یاد بدم. حالا اینایی که میگن 4/4 رو مثلا کلا این به کل غلطه همچین حرفی. ریتم 4/4 رو بهتون یاد بدم و دو تا از آکوردای سری اسپانیش لا مینور هستش که میخوام بهتون یاد بدم، آکورد لا مینور و می ماژور. این دو تا آکورد قراره بهتون یاد بدم. نمیخوام همه آکوردا رو با هم بهتون یاد بدم، نمیخوام همه ریتما رو توی جلسه بهتون یاد بدم، چون مطمئنم هم شما گیج میشین هم یاد گرفتنش واسه شما بسیار سخته. بنابراین خیلی آروم با هم میریم جلو که بتونم من پیشرفت های شما رو به خصوص ببینم و بتونم ببینم که خیلی دوستان ببینم که چند نفر واقعا گیتاریست میشن بعد این داستانا. خب قبل از شروع هر چیز اینو بدونید که من موقعی که میخوام گیتار بزنم با پیک گیتار میزنم و میخوام طرز درست دست گرفتن پیکو بهتون بگم. این یه پیکه، این پشت پیکه و این قسمتی هم که نوشته داره جلوی پیکه. انگشت اشارتون رو میذارین دقیقا قسمت پشتی پیک به صورتی که این انگشت اشارهی که میذارید نباید خیلی بالا باشه نباید خیلی پایین باشه، یعنی باید دقیقا بالانس باشه با پیک، یعنی نه خیلی اینجا باشه نه خیلی اینجا باشه. برای این قسمت یه کوچولو از پیک باید بیرون بمونه، یه کوچولو نه خیلی زیاد، یه کوچولو از پیک بیرون میمونه و انگشت شستتون هم دقیقاً میذارین روی پیک، یعنی به این شکل. خب بهتون نشون دقیقاً اینجوری میشه، دقیقاً شما اینجوری پیکو دست میگیرین، نه انگشت شست باید بالا باشه نه انگشت شست خیلی پایین باشه، دقیقاً بالانس باید باشه، یعنی به این شکل شما پیکو میگیرید به این شکل و میتونید بسیار عالی گیتار رو بزنید. میبینین؟ نه خیلی بیرون این قسمت مثلثیش که اینجوریه، نه خیلی داخله نه خیلی بیرونه، واقعا حالت خیلی بالانسی داره. این شد پس طرز گرفتن یه پیک. قبل از اینکه بخوایم آکورد بگیرین و حالا ریتمتون یاد بدم، یادتون باشه که حتما وقتی میخواین گیتار رو بزنین انگشت دست چپتون، ناخونه انگشت دست چپتون رو کامل 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 بگیرید، یعنی هیچ ناخونی نباید داشته باشین. دیگه گیتاریست بخواییم باشین دیگه همینه دیگه، باید انگشت دست چپتون ناخونهاش کاملا کاملا از ته گرفته بشه که بتونین قشنگ راحت سیما رو بگیرین، چون اگه ناخون داشته باشین نمیتونین، مسلط نیستین روی گرفتن سیما. خب اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم ریتم 4/4 هستش. حالا اگه واسهتون سواله که یعنی چی 4/4، مثلا معنیش چی میشه؟ 4 اول به معنی تعداد ضربایی که شما میزنین و 4 دوم به معنی تعداد میزان ها، یعنی 4 ضرب و 4 میزان. حالا توی عملی چطور میشه؟ حالا من اگه دوست دارین تئوری موسیقی رو بیشتر بدونین توی دیسکریپشن یه لینک واسهتون میذارم، سایت ویکی‌پدیا هستش که میتونین بیشتر باز با نوت و میزان و ضرب و گام و خیلی از چیزهای دیگه بیشتر آشنا بشین. توی ریتم 4/4 واسه تون حتما این قسمت میذارم واسه تون که چطوری حالت نوشتاریش، ولی قسمت عملی کار اینجوری میشه که شما پیکو که خود دستتون میگیرین و خب گیتار هم که 6 تا سیم داره، از سیم سیما شمارششون از پایین شروع میشه تا به بالا، یعنی سیم 1 2 3
6. و خب شما باید قطعا اسم سیما رو بدونید، یعنی سیم 1 میشه سیم می، سیم 2 میشه سیم سی، سیم 3 میشه سیم سول، سیم 4 میشه سیم ره، سیم 5 میشه سیم لا، سیم 6 میشه سیم می. یه چیز جالبی که هست، سیم 1 و 6 تون جفتش میه، اوکی؟ یعنی شما میو کاملا میتونید خیلی راحت یاد بگیرید، سیم 1 و 6 یکیه و همچنین همکوک هم هستن. بنابراین اگه کسی ازتون پرسید اسم سیما رو نام ببر، شما میتونین بگین سیم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اسمشون رو باید حتما داشته باشین که از مهمترین چیزای توی گیتار. بریم که بهتون یاد بدم ریتم 4 4 چیه که میدونم خیلی منتظر این قضیه بودین. ریتم 4 4 که نمودارش واسهتون اینجا نشون داده میشه، نمودار نوشتاریش، ولی خب به صورت عملیش میشه اینجوری. بچه سه تا سیم آخرمون، یعنی سیم 4 و 5 و 6 مون میگن سیم بیس گیتار، و سه تا سیم اول گیتار که سیم 1 و 2 و 3 هستش بهش میگن سیم تربل گیتار. ریتم 4 4 اینطوری هستش که یه بار شما سیم بیس رو میزنین، خب یه بار سیم تربل رو میزنین، برگشت داره، یعنی از سیم، یعنی شما یه بار سیم بیس میزنین یه بار سیم تربل میزنین، بعدیش برگشت داره از سیم 1 به بالا، خب و باز میشه سیم بیس و باز میشه سیم تربل، که شمارشش اینجوری میشه. حالا من اینو به صورت انگلیسی دارم بهتون میگم چون خودم انگلیسی یاد گرفتم و دوست دارم که چیزی که خودم یاد گرفتم رو دقیقاً به شما یاد بدم که شاید حالا کمکتون بکنه، امیدوارم که از کمکتون بکنه. پس میشه 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4، سیم بیس، تربل، آپ، دوباره داون و داون، اوکی؟ این میشه ریتم 4 4 و بسیار ساده است، یعنی شما تمرین بکنید خیلی راحت میتونید این ریتمو یاد بگیرید. پس شد 1 2 and 3 4. اول سعی کنید به صورت کاملا آهسته بزنید که بتونه این ریتم تو ذهنتون قشنگ هک بشه. خیلی آروم، اصلا عجله نکنید، اصلا عجله نکنید. 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 ایزی. حالا اگه آروم زدنش رو اوکی شدین میتونین باز بهش کم سرعت بدین، میشه 1 2 and 3 4 همین. واسه پیک باهاتون صحبت کرده بودم که چطوری میتونین پیک دستتون بگیرین. راجع به سه تا انگشت دیگه هم میخوام بهتون بگم بچه‌ها، اصلا سعی کنین هر طوری که راحتین پیکو بگیرین. حالا قطعا اینطوری نباشه خب خیلی بهتره، به خاطر اینکه شما میخواین بزنین اصلا این شکل رو شما ببینین اصلا شکل جالبی نیست. بنابراین این سه تا انگشتتون راحت باز بذارین و خیلی راحت، اصلا لازم نیست اینجوری هم لازم نیست باشه، اینجوری هم لازم نیست، خیلی راحت اصلا خواهش نداشته باشه. بریم واسه یه آکورد لامینور که من بی نهایت عاشق این آکوردم و یکی از آکورده بی نظیر، واقعا بی نظیر. سری اسپانیش لامینور کلن یه سری آکورده بسیار خوش صدا هستن، اگه بتونین یاد بگیرین که قطعا متنم با تمرین یاد میگیرین، میتونین از خیلی آهنگا ازش استفاده کنین، توی خیلی آهنگا استفاده کنین و خیلی میتونین روش مانور بدین، یعنی بیشتر و انگوس با سری اسپانیش لامینور شما میتونین انگو رو بخونین. میخوام آکورد لامینور رو بهتون توضیح بدم. بچه مهمترین چیز توی گیتار انگشت 60 هستش، یعنی مهمترین قسمتی که شما میخواین اگه آکورد بزنین، حتی ریتم هم بخواین بزنین، انگشت 60 مهمترین قسمته، به خاطر اینکه شما وقتی انگشت 60 تون رو خوب نگهدارین کامل رو انگشت دیگه تون کنترل دارین، میتونین با فشار خیلی بیشتری سیما رو نگه دارین و خب این باعث میشه که قطعا هرچی فشاره بیشتر باشه صدای سیم شفافتر باشه، میتونه صدای گز دیگه نده. بنابراین انگشت 60 چون هولدره، نگه دارنده است، یکی از مهمترین انگشت های توی انگشت دست چپ. خب قبل از این که بخوام آکوردها رو بهتون یاد بدم، اینو بهتون باشه که بچه گیتار این فلزای برجستش رو که میبینین بهش میگن فرت، اوکی؟ بهش میگن فرت و فرت از جایی شروع میشه که شما میبینین، یعنی شما وقتی این سیو میبینین این میشه فرت 1، و شما وقتی یه فرت میبینین نباید حتما رو این
فلزه دستتون رو بذارین، وگرنه صدا میده ولی خب واسه شما راحت تره که این ور رو بگیرین، یعنی جلوتر از فلتو بگیرین. بنابراین قطعا جلوتر از فلتو بگیرین واسه شما کار آسون تر میشه. توی گیتار کلاسیک معمولا 17 تا 18 تا فرد داره، و ولی خب توی گیتار آکوستیک فکر کنم بین 20 تا 22 تا فرد داشته باشه. فردش بیشتر از گیتار کلاسیک هستش. بنابراین اگه من بهتون گفتم فرت 1 یعنی میشه اینجا، حالا میگین الان میپرسین که خب قبل فرت 1 پس چیه؟ اینو بهش ما میگیم آکورد سردسته، بهش میگیم سردسته گیتار. این قسمت دیگه میشه دقیقا سردسته، یعنی دیگه فرت نیست. اوکی، طرز انگوش گذاری فرت لامینور رو بهتون بگم. یکی از مهمترین قسمت ها انگوش شستتون هستش. وقتی شما میخواین یه ملودی بزنین یه ریتم بزنین، مهمترین قسمت انگوش شستتون هستش، چون انگشت شست انگشت هولدر هستش، انگشت نگه دارنده هستش، و شما تمام تمرکزتون وقتی شما شستتون خوب نگه داره بقیه تمرکز میره رو انگشتای دیگه، بقیه انگشتا. بنابراین خیلی راحت میتونین اون قدرت رو انتقال بدین به انگشتای دیگه تون. وقتی انگشت شستتون خوب اینجا هولد میکنه و خوب نگه میداره سیما رو، بنابراین خیلی 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 راحت میتونین تمرکزتون رو بذارین رو بقیه انگشتا. حالا ما کلا 4 تا انگشت واسمون داریم، یعنی اینجا مونده دیگه، انگشت شستمون که خب هولدره، 4 تا انگشت هم اینجا داریم که 1 2 3 4 شماره گذاریش هم اینجوری. بریم واسه آکورد لامینور طرز انگشت گذاری میخوام بهتون بگم. ما اینجوریه که بچا از سیمای بالا، یعنی از سیمای مثلا از سیم 6 میایم شروع میکنیم به پایین انگشت گذاری، به خاطر اینکه پله پله راحت تر. اینو میدونم که مطمئنم شما راحت ترین. بنابراین اولین انگشت، انگشت 2 هستش، انگشت 2 میاد رو سیم 4 قرار میگیره، فرت 1 یعنی میشه و خب یادتون باشه وقتی بچه انگشتتون میزنین رو سیما، انگشتتون اینجوری نباشه، صاف نباشه، یعنی خب صاف نباشه یا کج نباشه، اینجوری باید کاملا حالت اوریبی داشته باشه، حالا یکم باید زاویه باید بهش بدین که بتونه بقیه سیما آزاد باشن، بتونن بقیه سیما آزاد باشن و بتونن صدای بسیار شفافی بدن. ولی اگه انگشتتون رو خوب نگیرین، اگه اینجوری بخواییم بگیرین، یعنی این صدا گیز مثلا صدا نمیده، بقیه سیما تو صدا نمیده، سیما 4تون صدا میده ولی بقیه سیما میوت میشن و خب این خیلی بده. بنابراین انگشت 2 زاویه دار جوری که فقط سیم 4 گرفته میشه و انگشتتون به هیچ سیم دیگه برخورد نکنه، بنابراین میشه همچی صدایی باید بده. خب حالا انگشت سوم که این انگشت هستش، این انگشت دقیقا کناریش، دقیقا میاد زیر انگشت 2 قرار میگیره، یعنی میشه سیم 3 فرت 1، دقیقا میاد زیر این انگشت قرار میگیره. اوکی، یادتون باشه حتما ناخناتون کاملا کوتاه باشه. بنابراین این دوتا میاد اینجا و فقط یه انگشت میمونه، اونم انگشت 1 هستش که میاد سیم 2 قرار میگیره سردسته گیتار، یعنی اینجا. یه بار دیگه از اول بریم، انگشت 2 سیم 4، انگشت 3 سیم 3 فرت 1 و انگشت 1 سیم 2 سردسته. بسیار آسان. خب حالا یه سورپرایز دارم واسه تون، ریتم 4/4 رو یادتونه بهتون یاد داده بودم، بیایم با آکورد لامینور بزنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4. الان قشنگ شد نه؟ مطمئن نه الان دارین حال میکنین. خب بریم واسه آکورد میمینور. یه چیز خیلی جالب میخوام بهتون بگم، آکورد میمینور این آکورد لامینور هستش، فقط تنها فرقی که هست همه انگشتاتون یه سیم میاد بالاتر، یعنی همون پوزیشن همون استایل، فقط یه دونه سیم هر کدوم میاد بالاتر، یعنی میشه انگشت 2 سیم 5 فرت 1، انگشت 3 سیم 4 فرت 1 و انگشت 1تون میشه سردسته. تموم،
آکورد انگشت لامینور، میگن انگشت لامینور، آکورد لامینور اینجوری بود، درسته؟ حالا آکورد می مینور، قشنگ انگشت من رو کنین. دقیقاً همون استال، دقیقاً همون پوزیشن فرت و اینا، فقط هر کدوم یه سیمیت بالاتر. بنابراین شما خیلی آسون دوتا آکورد به صورت کاملاً دیگه چقدر آسون دیگه، خدای تو کامنت ها واسم بنویسین آیا خدا وکیلی سخت بود یا آسون بود جدیه. حالا این دوتا رو بریم با ریتم 4 4 بزنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 حتما این شماره شو بچا با خودتون داشته باشین، خیلی کمکتون میکنه که ریتم قاطی نکنین. بریم با هم دیگه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 خب فقط یادتون نره که بچه تو یاد گرفتن آکوردا اصلا عجله نکنین. الان مثلا من بهتون دوتا آکورد یاد دادم، نه اینکه همون اول بخواین خیلی روون بزنین، خیلی تون بخواین بزنین، قطعا نمیشه. منم مثل شما روز اول اینجوری بودم، نیاز داره به تمرین، نیاز داره به تکرار. اگه شما روزی یه ساعت تا دو ساعت تمرین بکنین خیلی سریع پیشرفت میکنین. بنابراین اگه واقعا گیتار رو دوست دارین و دوست دارین یه گیتاریست خوبی بشین و بتونین خودتون حال کنین وقتی ساز میزنین، حتما سعی کنین روزی یک ساعت تا دو ساعت حداقل تمرین کنین که قشنگ دستتون روون بشه به آکوردا، دست راستتون قوی بشه به ریتم زدن ها و بتونین راحت تر گیتار یاد بگیرین. و اصلا اجازه نکنین سر آکوردا، اول ریتم 4 4 و آکورد لامینور رو کامل بزنین. وقتی دیدین فول شدین و میتونین با سرعت بیشتری حتا بزنین، یعنی میشه اینجوری 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 این به این شکل شد، یعنی دیگه انقدر خفن شدین و انقدر روون داشتین میزدین، بعد بیان اینو با آکورد می مینور تلفیقش کنیم، میشه یعنی 1 2 3 4 1 2 3 4 حالا من یکم سرعت داشته میشه ولی خب آروم تر 1 2 3 4 یعنی شما باید وقتی این دوتا آکورد رو با هم تلفیق کنی که جفتش رو به صورت کاملا فول و دیگه تمام و کمال یاد گرفته باشین، هم ریتم هم به قول معروف استایل دست گرفتنتون، همه اینا خیلی مهمه. آیا واقعا تا اینجای کار گیتار یاد گرفتن سخت بود یا آسون بود؟ اینو حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما لایک کنید واسه حمایت از من. میدونم واسه شما بسیار ناچیز این دکمه سابسکرایب زدن و، ولی واسه من خیلی حمایت بزرگی یادتون باشه، بنابراین این دکمه سابسکرایب رو بزنید اگر دوست داشتین از من حمایت کنید. آموزش بعدی گیتار رو، یعنی قسمت بعدی رو یه هفته دیگه واسهتون میذارم، میخوام یه هفته بهتون تایم بدم که تمرین میکنین. تو کامنت ها واسم حتما بنویسید تا چقدر یاد گرفتین، خیلی دوست دارم بدونم تا کجا پیشرفت کردین. اگه سوالی بود، اگر انتقادی بود، پیشنهادی بود، یا مثلا من اگه جایی رو جا گذاشتم تو یاد دادن یه سری داستانا، حتما تو کامنت ها واسم بنویسید، همشون رو میخونم تا جایی که بتونم. حیاتون باشه که دوستتون دارم شدید و دوست دارم که ببینم پیشرفتتون رو توی گیتار زدن. والا ایشالله یه روز با هم صحبت میکنیم که ویدئوهاتون رو واسم بفرستین ببینم چقدر یاد گرفتین. میبینمتون، خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشین فعلا. Next.